Андрей Азамзабони бетар аст. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم همتانای عزیز. با قاب گفتگو خوش آمدین. من حفیظ محمدی هستم و پنجمین سالگرد قاب گفتگو است. مثل دیروز یادم میاد که ما دمی استودیو بود، یک قسمت از یک گوشی از استودیو که اعلان اول قاب گفتگو را می ساختیم و از او روز تا به حال 5 سال مکمل میگذره و مثل برق گذشت. آرزو دارم که این برنامه تانسته باشه، یک لبخند را به لبای شما آورده باشه و هدف امی است که شما عزیزا با هموطنان ما، با وطن ما نزدیک شوین. و امروز ما ویژه هستیم، برنامه ویژه هست، چیزهای بسیار جالب و بخشای بسیار جالب را بر شما آماده کردیم که انشالله یک یک تقدیمتان میشه. ما را همراه باشین. بیاین که دو نفره که نیست در این برنامه، بسیار میمانای ویژه زیاد است، آستاستا میاین. دو نفره که فعلا جزء برنامه است نیست، کجا هستن؟ ازشان یک احوال بگیریم. روشن سیار. تشکر، انشاءالله بازم شما رو با خود خواد داشتیم و کیک هم رسید. سیار جان، روشن جان، ترینا جان، لیدا جان، سالگری قاب گفتگو برتان مبارک باشه. تشکر، با شما هم مبارک باشه. نباشین، بخیر باشین. کلگی چهره تغییر کرد، خودت نگید، با اون خاطر برای خودت مبارک باشه. دلت هست که ما هم تغییر کنم. نه، هدف از این بود که خودت از اول تا آخر بودی، ماشاءالله. و موضوع بسیار جالبی که ما در قاب گفتگو در سال گذشته میمانا و چهره های بسیار مختلف را دعوت کرده بودیم، داشتیم قصه های بسیار جالب را به شما عزیزا داشتیم. از شما بیادتان کدام چهره هایی که دعوت کرده بودیم مانده؟ شفیق مرید، نغمه، فراد دریا، مینا. مینا جان، مینا جان، آره یار، یک دام ما تکلیف است، میورد یک دام دام ما نقاشا رو داشتیم، کسایی که نقاشی میکردن. بیاین که ببینیم کدام چهره ها بود. دوستا بعضا گفتن اما بعض چهره ها از یادشان رفت. در تصویر میبینیم دوستا به خاطر زمین چهره نو کچک کنیم. سال گذشته بود، 24 سالگی بود. برخی از ما ایمانی هست شما بر جنگی رو مفتفاق کنم. ما حفیظ هستم، از افغانستان تماس گرفتیم با شما. کدام حفیظ هستیم؟ حفیظ کجاگی تا نه بیمانای ما؟ 34 پنج مکتب بود. فایز کوریزی؟ یک 8 سال نوزل میشه. این خوبات جنگ کردیم کسی برود کنه که تنگیر با خوش دارم آلی 14 از جوی دارای مور. سفرش با آهنگ دو زلفانت بود، تار رباب. دایره شاید چیزی زنانه است. بوبویت هم اگه بوبویت هم. کسی خود دوست داره که کل کار بود دنیا را برخود میکنه، ورزش میکنه، مطالعه میکنه، غذای خوب میخوره، لباس خوب. حالا 2004 بود طلوع من. خورد که بودم میگه تو من پیلوت میشه. سترگ چه دخ کل دی رنگ پما بیسا خاطرات جالب است. زینب میای سرم صفحه تو. میمانای عزیز داشتیم. بسیار دشوار است. همراه رئیس کار کردن و ماسال نیم. بسیار عالی. افتخار شما. یک تعداد از چهره های بسیار دوست داشتنی را که ما دعوت کرده بودیم شما بعض از لحظاتشان را دیدین، اما عزیزای دیگه ای که امسال بخیر در سال پنجم قاب گفتگو میمان ما خواهد شدن، کیها هستن؟ شما بیننده برنامه قاب گفتگو باشین و کسی یاد ما کرده؟ نکنین با خاطر ما خیر خیر زنده باشین، سلامت باشین. ما اول خو پنجمین سالگرد برنامه قاب گفتگو را از صمیم قلب بر بیننده، بر کسایی که علاقه‌مند از این برنامه هستن تبریک میگم. بسیاریان نظر به مشکلاتی که داشتن، نظر به خواست خودشان بوده یا
ارگپ بودن مقصد این برنامه اومدن یک چند مدت بودن رفتن و حال اونا پشت ما دق شدن ما هم به شک پشتون دق شدیم حال میبینیم پیامای از اونا رو میبینیم که اونا چی گفتن السلام علیکم دوست عزیز آرزو دارم خلاقیتون صحت مند و سر حال باشین خوشحال هستم که یک بار دیگه از طریق قاب گفتگو خدمت شما قرار گرفتیم سوالی که بر همه معما بود فرخنده کجا شد یک دفعه ما در جرمنی هستم به شهر آمبورگ زندگی میکنم مصروف ادامه تحصیلاتم هستم 5 سالگی قاب گفتگو را بر تمامتان تبریک میگم وقت خوش زندگی خوش دلم براتون خیلی تنگ شده سلام بهدای تشکر فرخنده جان سلامت باشین پنجمین سالگرد قاب گفتگو را به همه شما تبریک میگم تشکر سلام به علاقمندان تلویزیون طلوع و به خصوص برنامه قاب گفتگو و قاب گفتگو 5 ساله شد که در این برنامه واقعا زیاد زحمت میکشن همکارای ما وقتی که من هم بودم گرچه من کم زحمت میکشیدم شما هم لذت ببرین از برنامه و تبریک میگم به دستاندرکارای تلویزیون طلوع و کسایی که روی صحنه و پشت صحنه کار میکنن همیشه زحمت میکشن همکارای عزیزم که زیاد پشت صحنه شدیم از دور دیگه یک سلام عرض میکنم وعلیکم السلام جور باشین صحتمند باشین بازم تبریک میگم براتون پاپا جان اندس خدمت همه شما عزیزان آرزو دارم که همتون صحت و سلامت باشین و یک سلام خاص خدمت همکارای عزیزم در استودیو آرزو دارم که شما هم صحت و سلامت باشین و چهارمین سالگرد قاب گفتگو را پارسال با شما عزیزان یک جا تسلیم کردیم بله. و امسال هم تونستم که با پیام تبریکی قاب گفتگو را به همه شما عزیزان بگویم البته پنجمین سالگردشه و آرزو دارم که همه تو برنامه قاب گفتگو موفق باشه و همکارای عزیزم همچنان خب بسیار چیزای دیگه هم به گفتن داریم بله بله بیاین که به خاطر که برنامه ویژه هست یکی از دوستایی که در هفته گذشته 1,000,000 افغانی را در قرعه‌کشی برنده شدن 1,000,000 افغانی را در قرعه‌کشی برنده شدن بیاین که امون شخص بخوایم خب کف بزنین دوستا به افتخار مهمان بسیار عزیز ما که برنده از این بر 456 شدن و 1,000,000 بردن و ما خواستیم که خوشخبری را در برنامه قاب گفتگو برازیا بدیم بفرمایید آقای دایت الله سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین ساعتتون خوب است بخیر سلام خوب هستین ما میخوایم خودت تا آغوش بکشیم کارمندای قاب زنده باشین تبریک باشه جور باشه جور باشه بازات باشه دجیب تا نیست فعلا پول خوب هستین آقای دولت ساعتتون خوب است مبارک باشه برتون تالیه بسیار خوب داشتین که این برتون برآمد دوستا هر کسی که پیام میگذاره و سوال جواب میدن در قرعه‌کشی سهم میگیرن امو شمارهایی که پیام میگذارن یک کد خاص می داشته باشه و او کد باز داخل یک صندوق بسیار کلان انداخته میشه که بازارها کد میشه هر کدی که می باشه مثلا 506 402 هر کدی که هست باز امو کد با شماره شخصی که پیام گذاشته در ارتباط می باشه وقتی که هر شماره برآمد در داخل دوستا باز امو نمبر را رخ میکنن زنگ میزن اما بعض دوستا گفتن چرا نمبر نشان نمیتین به خاطر از اینکه ما اجازه از این نداریم نظر به قرارداد که است که نمبر کس را روی تلویزیون بانیم این نمبر آقای دایت اگر روی تلویزیون میماندیم اول شاید برش 2000 زنگ میامد پیش از اینکه 1,000,000 بگیرن و دستشان نمیرسید از خاطر موضوعات امنیتی و حقوقی ما شما را نمیاریم بازم 1,000,000 افغانی شما برنده شدین بر شما بسیار مبارک باشه آقای دایت و بسیار ما خود خوشبخت احساس میکنیم که شما را یه خبر خوش و یه چک برتان تسلیم دادیم موفق باشین بخیر مصرف کنین و کامیاب باشین تشکر خوب بود که یک خبر خوش در برنامه ویژام داشتیم برای هموطنان عزیز ما و بخصوصا به آقای دایت میمانای ما آرش بارز ناصر رویان و ادیب یوسفی است بعد از این وقفه میاییم روشن تو چی گفتی نداری؟ والا نیم سایل دارم کدام چیز کم نباشه چون که مهمان های بسیار عزیز ما رسیدن و نام خدا در پشت میز تعداد زیاد شد از خاطر روشن جان گفت خیلی من همینجا خوش هستم بودم پولی گیتار باشم و ادیب جان یوسفی، آرش جان بارز و ناصر جان رویان با ما هستن خوش آمدین خوش آمدین خوش میکنم من سلام عرض میکنم خدمت شما تبریک میگم 5 سالگی قاب گفتگو قاب گفتگو برنامه‌ای است که هر کس با اون یک نسبت می داشته باشه به این خاطر برای تمام مخاطبینش تبریک باشه زنده باشین لطف کن تشکر ببین که اجرا را در شروع داشته باشیم با صحبت های باقی مانده را می داشته باشیم خیلی
خرمن زلف من کجا، شاخه یاسمن کجا، خرمن زلف من کجا، شاخه یاسمن کجا، قرض من چه میکنی، بحر تو همچون من کجا، قرض من چه میکنی، بحر تو همچون من کجا، لا 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 لا. صحبت باغ را مکن پیش بهشت روی من، صحبت باغ را مکن پیش بهشت روی من، سبزه آرزم کجا، خرمی چمن کجا، سبزه آرزم کجا، خرمی چمن کجا، چک چک همه گه زلف من کجا، شاخه یاسمن کجا، خرمن زلف من کجا، شاخه یاسمن کجا، قرض من چه میکنی، بحر تو همچون من کجا، قرض من چه میکنی، بحر تو همچون من کجا، لا 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 لا. نرگس و دیدگان من وای بر این ستمگری، نرگس و دیدگان من وای بر این ستمگری، در نگاهم ترانه ها، در نگاهش سخن کجا، در نگاهم ترانه ها، در نگاهش سخن کجا، خرمن زلف من کجا، شاخه یاسمن کجا، خرمن زلف من کجا، شاخه یاسمن کجا، لا 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 لا. ادیب جان چند نمره میتیش؟ یا اول نمره خدا بگیره. خب، آره بیایم که از ناصر جان، از ادیب جان یک چیزی بسیار کوتاه بشنویم. روز ما تو را شاد بسازیم. شما همیشه مردم شاد بسازیم. آن بوتی که پرستیدنت خطایی نیست، وگر خطاست مرا از خطا عبایی نیست، بیا که در شب گردا آب زلف من واجد و غیر گوشه چشم تو ناخدایی نیست، درون خاک دلم می تپد هنوز اینجا، و جز صدای قدم های تو صدایی نیست، نه حرف عقل بزن با کسی، نه لاف جنون، که هر کجا خبری هست ادعایی نیست، درون خاک دلم می تپد هنوز اینجا، و جز صدای قدم های تو صدایی نیست، نه حرف عقل بزن با کسی، نه لاف جنون، که هر کجا خبری هست ادعایی نیست. تشکر. این آهنگ ما به دوستای تقدیم میکنم که روز عاشقانه تجلیل کردن هفته گذشته بود، هفته آینده میگم هفته گذشته بود، از صمیم قلب برای محمدی صاحب روز عاشقانه تم عاشقت است محمد در رول واگل البته شهر بده کجا برم من روز عاشقانه برای روشن صاحب تبریک میگم، از خانه که پد کرده بودی روز عاشقاست باید ابراز کن چیغ بزنید در مقابل همگی بگویی من او را دوست دارم. همراه دوستا چقدر وقت میشه هستی و مصروف همی موسیقی هستی؟ تقریبا حدودا 4 سال هست که با هم شناخت پیدا کردیم
دیگه روزمرگی های ما با موسیقی هستم. با آرش دیگه. چون البته ما خواهد 16 سالگی تو ما و آقای یوسفی تقریبا فکر کنم 17-18 سال شما میشناسیم. من فکر نمی کردم عدید 17-18 ساله باشه. بسیار عالی. سلامت باشید. بیان که اگران پرسش های داشته باشیم باز ناصر جان نوبتش میرسه که بخوانه. وجود ادیب جان از موسیقی پر است. این مال یک رگ شدید دو تا تبله چهار دان تولا کل چیز مفته. از یک رگش ماشاءالله می‌بینیم استاری افغان خیلی خوب نمایی میگه. از داورا چه خودت بودم دوره‌ای که داخل خانه بازار بود. خب از داورا فکر می‌کردین کس شما رو به قصد نمرتون کم میکنه؟ به قصد نه همون چیزی که میشنون ممکن مقصد میخواد که رابطه خراب کنن درجه باشی نه هر چیزی که نیازی ندارن به قصد کم کنن چیزی که میشنون همون دست ممکن کار زیاد داری برای خود رای میتی دیگه چیز بارس میگن زمانی که بخوای یک هنرمند خوب باشی باید عاشق باشی درست است و چی فکر میکنی خود عاشق شدی یا کسی که میخوای مثلا من میخوام عاشق شوم مثلا روشن میخواست که هنرمند بسیار خوب شه عاشق شد سال بعد خراب شد خود صدایت خراب شد نه صدایت خراب شد صدایش اول خوبش بود عاشق شد خراب شد عاشق اوی خو... نه عاشق نشد من خبر ندارم کی میگه حالا خبر میرسه خب موسیقی جنون داره مثل دیگه هنرها طبیعتا روح و روان موسیقی یک روح روان بسیار عاشقانه هست کارهایی که شما مناسبت می داشته باشه می سازین یا جور می کنین اونا راست می گیم اینطور است باید یک فضای عاشقانه داشته باشه حالا بستگی داره که تو عشق چی تعریف می کنی بله بله ولی کماکان کسایی که عاشق نیستن زنده نیستن من فکر می کنم بله و کسایی که موسیقی می کنن و و در داخل موسیقی بسیار کاراکتر غیر واقعی می داشته باشن یعنی بدون این که یک چیز رو حس کنن او رو نمیتونن حسشان رو باز انتقال بدن ناصر جان شما در بین قواعد موسیقی که هست چرا گیتار انتخاب کردین؟ ساز هستیش پیانو اینا خب و تعریف گیتار از شما از زبان شما که بشنیم چی هست؟ سلامت باشین حقیقتش این است من زمانی که فاکولته رو میخواندم در سیر فارغ التحصیل رشته موسیقی هستم من رشته اصلیم پیانو هست باز فارغ که شدم از فاکولته فرا رفتم فرار که دور است آخر افغانستانه بله اونجا پیانوی من منتقل کردن نتونستم کسی که اهل موسیقی باشن و ساز نداشته باشن برش بسیار یک مشکل بزرگ است روحیات زندگیش باز من مجبور شدم که یک ساز بگیرم که بتونم هر جا عمل کنم با خود و خود گیتار یک صدای بسیار خوشایند و بسیار صمیمی است نه کلاسیک گیتار مخصوصا گهواریش اسپانیا هست کشور اسپانیش در اونجایی به ارکستر کامل مشهور است یعنی یک ارکستر کامل است گیتار کلاسیک دقیقاً خب از چهار داور کدامش انتخاب میکنی زیاد یعنی دوست داری خوش داری گپایشان و کامنتایشان که اگر بر صفر بت قبول کنی قیس الفت سید گل ماینا شهلا زلاند و عبید جوینده از بین اینا کی زیاد دوست داری عبید تشکر دیگه خب آرش اگر انتخاب کنی یک آهنگ بخوای بگیری از ادب جان میگیری یا از ناصر من خوشبختانه از هر دو نفر این آهنگ گرفتم هر دو نفر آهنگ سازای خیلی خوبی هستن بعد انتخاب کنی دیگه بهت کار نمیدم ها یکی رو انتخاب من از رویان انتخاب میکنم والا من دیگه سوال ندارم کلام چیز کم نیست نه خیلی آهنگ شاتر رو پرسیتون اگه اجرا کنین هر آهنگ که میخوانین مثلا در ریتمیک باشه که دوستان علاقه من شد ببینین یک کار از احمدزاده بخوانیم چطور است؟ عالی است. تو انتخاب کن. کاری که شکیب ساخته. جدی از کار کنم. کار. دو سه چهار. اگر با من بمانی، اگر با من بمانی. Everybody. اگر با من بمانی می توانم که با آواز گیتارم دلیل بودنت باشم در این شب را هوا عشقت چراغ روشنت باشم اگر با من بمانی می توانم در این مرداب مرگ‌آلود امید زیستن باشم و یا دنیای رنگینه فقط به پیرهن باشم اگر با من بمانی اگر با من بمانی اگر با من بمانی اگر با من بمانی اگر با
اگر با من بمانی میتوانم جنونت را بریزم در رگانم، در این دشته که باران را ندیدم برایت چهر بارانی بخوانم، برایت چهر بارانی بخوانم. نباشی عمر دردم جاودان است، دلم موسیچه بی آسمان است. تو باشی مرد معنای ندارد، نباشی مرد معنای جهان است. نباشی مرد معنای جهان است، نباشی مرد معنای جهان. اگر با من بمان، اگر با من بمان، اگر با من بمانی، اگر با من بمان. امروز چون پنج سالگی قاب گفتگو از سالگیری است، در سالگیری او من برای خانم برادر یا با دوستای نزدیکتان چی تحفه میگیرین؟ طلا دیگه، چیزی که خانم ها خوش دارن. مثلا یک حلقه یا یک انگشتر یا یک دستبند یا یک چیزی که گل ببر شب میریم دفتر بیاریم. گل ببر خونه؟ شب دفتریم با هم. نه نه، گل هم خانم ما خوش داره، ولی خب بر ترتیب من ترجیح میدم یک چیزی باشه که یک چند سبایی پیشش بمانه و پشمرده نشه. و خودت هم لطفا از این کارا بکن. بله، من از بخاطر پرسان کردم، من هر چیز یک تجربه میشه، گفتم باش چی ببرم. اگر چی روشن صاحب دو دانه تحفه باید بگیره. فامیلی نه، من مطلب من نیست، شاید یک تحفه رو به مادرت بگیری. میگم از پیسه خود. از پیسه خود. بیاین که یک آهنگ امو سیگانگی رو آخر داشته باشیم از شما دوستا و امو موضوع گروهی رو که پیشتر سرش صحبت کردیم، که اگه تیمی بخوانین و امی مروت شو و امیر از اینجا شروع کنیم. میشه؟ رسم دورنگی آین مانه یک رنگ و باشد روز و شب من، یک رنگ و باشد روز و شب من. پدر را سر کنه، پدر را سر کنه، شب را سر کنه، غم دنیا را از سر بدر کنه، غم دنیا را از سر بدر کنی. لای 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 سهر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی. لا 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 یادت
قدر را سر کنید، قدر را سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر. بسیار عالی بود. اینمی یعنی بالاخره به یک هدف نزدیک شدین که اینمی تو یک آن اجرا داشته باشین. بخیر، یک جایی زنده باشین. بسیار خوش آمدین به قاب گفتگو و خوشحال شدیم که در برنامه ویژه شما را داشتیم و انشاءالله که اجراهای دیگه هم داشته باشین در برنامه ویژه که بخیر در پیشوی هست دیگه. نوروز میانه. بله بله، باش من روشن دک نه و میتونین سونی کیک هم یک سیل کنین تا بال خود نبریدین و یه جام خورم دو دفعه سنگم بزیرم. انشاءالله آخر باز یک جای کیک توتا میکنیم و میخوریم. بخیر. بعد ناصر جان چیز میگفتیم؟ گفتم ادیب از اون گوشه کیک آیس آیس تام میخوره. حاجی روشن یک رقم بسیار عصبانی به طرفش از پرس مایک آوردیم تا ما چه خودش نمیرسه. تمام اون کیک واقع سراخ کرد. تمام تمرکزم به این است که علی امیر زخمی نشه یا بار نشه. از کیکو بچرخونین چرا تومت میزنید؟ ز تشکر آرش جان، ناصر جان و ادیب جان. زنده باشید. زنده باشید. تشکر از شما. بازم تبریک باشه. زنده باشید. انجمن سازگار به کام گفتگو. زنده باشید. شما موفق باشید. زنده باشید. خب دوستا ما را فراموش نکنین، بخشای ویژه دیگه هم هست. قاب گفتگو ادامه داره. دوباره خوش آمدین دوستا عزیز و آستا آستا میرسیم به آخر برنامه که تجلیل از می سالگرد برنامه باشه، سالگرد باشه. حالا بیاین که در سینما کوتاه ببینیم که چی گپ هست. ترنا جان. بله. خب پنج فیلم به دوستا میگم، البته فیلم‌های عاشقانه و فیلم‌های رمانتیکی که شما دوست دارین ببینین، تماشا کنین. پنج فیلم هست که شما تماشا کردین بار بار و دمی افتم چی بود نه؟ روز عاشقا. عاشقا بود که در جهان بله. تجلیل میشه نظر به فرهنگشان. منتها فیلم‌هایی که امت غلیظ عاشقانه است و بسیاری کسا علاقه مند فیلم‌های عاشقانه است. فرهنگ ما نیست، ما تجلیل هم ضرورت نیست بکنه. از امروز عاشقات و فای چیزا گناه داره. تو به عشقت نرسی دیگه نمیدونی کاری نکنه. خب ببینیم چی هست. پنج فیلمی که هست، جب وی میت البته و همچنان فیلم بیرزارا و فیلم سوم که البته فیلم تایتانیک. آ این بیرزارا است. بله فیلم بیرزارا. شما زودتر گفتین و این تایتانیک است. فیلم ماندگار است. فیلم ماندگار و جالب دیدنی هست. همچنان فیلم عاشقی تو. آه. و فیلم اخیر هم فیلم دل تو پاگل هست. پنج فیلمی که بسیار بیننده داشته و همچنان واقعا عاشقانه و دیوداست. دیوداست آخرم دیوداست. آه دیوداست. دیو بابو. اما اند اف لاف استوری می فیلم بوده نه؟ کن کم باش. اتمنا پنج شش فیلم دیدی سیار تماشا کردی دیدی؟ خب تاثیر کرد تاثیر فیلم ها بارو. خب سیار دیگه از تنزای شبکه خنده بود که خودت در نقش دیوداز بدینه دیوداز دیوداز تست که چی گفتی؟ پدرم میگه برو گفتم پدرم گفت از خانه برای مردم منطقه گفت برو لچک استی حالا مادرم میگه برو اروپا آخرش دیگه یادم نیست. خب دیگه بله امی پنج شش فیلم بود که به دوستا گفتیم فیلم های ماندگار. تشکر. و بعض از همکارای ما تبریکی گفته بودن؟ بله زیاد همکارای ما تبریکی گفتن امورا میریم میبینیم. سلام از میکرام خدمت بینندگان قاب گفتگو. داور ستاره امسال پنجمین سال برنامه قاب گفتگو را نظر عفیز جان محمدی ما تبریک عرض میکنم و همکارانشان سالگرد پنجمین سالگرد قاب گفتگو را بر تمام همکارای خوبم و مخاطبان این برنامه تبریک عرض میکنم. این روز به همه شما مخاطبان عزیزی که برنامه را دوست دارین تبریک میگم. سربلندی ما در اتحاد ماست. قاب گفتگو پنج ساله شد. این یعنی پنج سال صدای صمیمیت و محبت از دریچه طلوع. جمان صالح هستم، ادیتر برنامه قاب گفتگو. مدت چهار سال میشه که من این برنامه رو ادیت میکنم. پنجمین سالگرد قاب گفتگو را برای بیننده های عزیز، برای تیمی که در این برنامه کار میکنن تبریک میگم. سلیبریتی ها تبریک گفتن.
پنج سالگی قاب گفتگو چرای مشهور چرای مشهور چون ما در خارج زندگی کردیم نه یگان جملات میره بسیار معذرت میخوام میریم روی تصویر میریم چون دیگه صدر الدین نجم الدین هستم و پنجمین سالگردی برنامه قاب گفتگو را با شما تبریک میگم مایلش خاتم نازنین متین عثمانی هستم و سالگرد برنامه زیبای قاب گفتگو را تبریک میگم پنجمین سالگرد برنامه زیبا و دیدنی قاب گفتگو را به شما تبریک بگویم. پنجمین سالگرد از زمین قبل تبریک بگویم. سلام هموطنان عزیز. پنجمین سال روز برنامه نهایت زیبای قاب گفتگو را به تمام علاقمندان عزیز برنامه زیبا و همچنان گردانده های موفق و تمام دستندرکاران این برنامه زیبا تبریک است. مریم آفاستان. پنجمین سالگرد قاب گفتگو را از زمین قبل تبریک بگویم. با تمنای ای که من و شما شاهد برگزاری و تماشای دهمین، بیستمین و صدومین سالگرد برنامه وزین قاب گفتگو باشم. سلام نادرنیم هستم. میخواستم پنجونیم سالگرد برنامه قاب گفتگو را به تمام افغان عزیز و کارمندای طلو تبریک بگم. سلام و درود آریان هستم و پنجونیم سالگرد برنامه قاب گفتگو را که یکی از برنامه های دلخواه خودم است. برای تمام هموطنان نازنینم، برای تلویزیون محبوب طلو و تمام همکارای عزیزم در تلویزیون طلو از همین قلب تبریک میگم. تشکر از همگی کسایی که لطف کردن و بیننده ما هستن، خصوصا از بیننده های ما که در داخل افغانستان و خارج از افغانستان هستن. قیصری میای که چی گپ هست در ورزش؟ ببینیم چی گپ شده، دیگه چی 5 ساله شده. بله وقفا. بله قیصری عزیز رسید. قیصری سلام. سلام هستین ان شاء الله سنتون خوب هستین. سلام به همکاران عزیز، علاقمندان قاب گفتگو. 5 سالگی قاب گفتگو تبریک باشه. برنامه‌ای که هر هفته خوبتر، بهتر و به حال گرمتر مهمان خانه‌های شما بود. زنده باشین. ببین که چی گپ هست در ورزش قیصری عزیز. خب المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ آغاز شد. سال 2018 در کره جنوبی 92 کشور اشتراک می‌کنند در این مسابقات. این بازی‌ها در تاریخ 9 فوریه رسما آغاز شد با رسم گذشت ورزشکاران حاضر در رقابت‌ها در ورزشگاه 35000 نفری المپیک پیونگ‌چانگ. از مهمترین اتفاقات مراسم افتتاحی حضور ورزشکاران کره شمالی و کره جنوبی زیر یک بیرق واحد بود و اینکه کشور روسیه هم زیر بیرق المپیک در این مسابقات شرکت کرد. و این اولین دفعه بوده که کره شمالی و جنوبی زیر یک بعد از مدت‌ها این برای اولین بار بود کشورهایی که مشکلات سیاسی هم دارن. بله. اگر تصاویر طرفداران کره شمالی را ببینیم، 22 ورزشکار داشت کره شمالی در این مسابقات، اما 230 خانوم را برای این مسابقات روانه کرد به کره جنوبی. این 230 نفر به حال دختران آموزش دیده هستند و به ارتش زیبارویان رئیس جمهور کره شمالی کیم جونگ اون معروف هستند و از به حال کسانی هستند که مورد اعتماد حکومت کره شمالی هستند. 22 ورزشکار، 230 مشوق و هوادار، این گونه به حال تشویق میکنند ارتش زیبارویان. مسابقات 25 فوریه رسما به پایان خواهد رسید و مسئولین برگزاری مسابقات هم به 2920 ورزشکار راضی در رقابت‌ها و هر کدامشان یک اسمارت فون تحفه داده. بسیار عالی. یک تلفن هوشمند. دوره بعدی مسابقات هم در کشور چین برگزار خواهد شد. از افغانستان راستی امروز سید علی شاه فرهنگ و سجاد حسینی به عنوان مهمانان ویژه رفتند به کره جنوبی به شهر پیونگ‌چانگ. بسیار خوب. در صورتی که ما نتونستیم به صورت رسمی در این مسابقات موفق باشند ان شاء الله. روند برگزاری انتخابات رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از هفته دل آغاز شد و به این صورت بود. انتخابات رؤسای فدراسیون‌ها در جودو آقای اسدی رئیس شد، وزنه‌برداری محمد اعظم کوهی، در پینگ پانگ عبدالحامد رسولی، در بسکتبال عبدالصبور عزیزی، در هاکی سعید مصطفی سادات، در شمشیربازی احمد طارق روشنگر، کاراته سعید قاسم حسینی و تنیس عبدالعظیم نیازی. انتخاب و گزینش رؤسای فدراسیون‌ها مطابق طرز العمل و اساسنامه فدراسیون‌ها بود و اتفاق خوبی بود. بعد از مدت‌ها چالش در ورزش افغانستان، به هر حال حالا رؤسای فدراسیون‌ها تا یک کار مشترکی که المپیک و تربیت بدنی داره و انجام میده انتخاب میشن. بسیار عالی. خبر بسیار خوش و خبر بعدی لیگ قهرمانان اروپا مرحله حذفی است.
این هفته آغاز شد. مهمترین بازی ها به این صورت هست: رئال مادرید، پاریس سن ژرمن، بازی فوق العاده حساس یوونتوس، تاتنهام، پورتو، لیورپول، سویا، من یونایتد، بایرن مونیخ، بشکتاش. بازی های جذاب، پربیننده در بالاترین سطح فوتبال جهان با حضور ستاره های این رشته ورزشی. ان شاء الله ببینید، لذت ببرید. و حال بازی پاریس سن ژرمن، رئال مادرید و بارسلونا چلسی خیلی خیلی جذاب هستند. رقابت لیگ قهرمانان بازی شروع شده که بارسلونا شد، ریال شد، جنگایش مباز شده، بارسلونا شد دیگه نام جنگ. تشکر. بعد از وقفه قیصری عزیز هم هست و باز دیگه نوبت از امیر کیک میرسه. همون طور است؟ بله بله. نه شکره وقفه. ما خواستیم که این لحظات را با همکارای بسیار عزیز و نازنین با چهرهای بسیار بشاش تجلیل کنیم و خانواده امی طلو و المر کلش نمیجا آمدن دیگه. قیز جان با ما هستن، رئیس مهمان ویژه، بسیار مصروف هم هستن. قیز جان خوب هستن؟ انشاءالله سلطان خوب هستن، وقت بخیر بزن. تبریک باشه، زنده باشه. 5 ساله برنامه زیبایتان که خیلی بلنده زیاد دارم. تشکر. قیز جان پشت فامیل، پشت خانه دق نشیدیم؟ واقعا دیر وقت است که کابل هستم، همکارتان هستم. خوشبختانه که یک فامیل کده شما هستم. زنده باشید. یک مضبط است که واقعا ما نماندیم تان که دق شمید. یک پای شگیریان. خب، از همکارای دیگه ما همشون اینجا که حضور دارن، از همشون تشکر که آمدن و با کلشون خوش آمدید میگیم. و خواستم مریم جان خوش آمدین به برنامه خواب و گفتگو به بامداد. خوش میبینیم، هر صبح خدا شما آغاز میکنیم، خدا بامداد برنامه خواب گفتگو ختم میکنیم. باز خواب میکنیم. آبا نگفتن هم مانا که اسام فرزان پرودیسر برنامه کسی که زیاد زحمت میکشه در پشت پرده، زیاد زحمت میکشه، بسیار زحمت میکشه، در رقم زحمت میکشه. تشکر اسام جان. بیاین که حالا نوبت از امیر رسیده که کیک توتا کنیم. بیا مریم بیا. خب باش که نوبت دخترات بسیار با سلیقه توتا کنن. خاطرات بسیار خوب و خوش از برنامه داشتیم با همتان های عزیزی که ما را میبینن. انشالله که ما تعهد به این داریم که برنامه را 10 ساله بسازیم، 15 ساله بسازیم و شما امرایی ما را کنین، به ما نظر بفرستین، به ما پیشنهاد و انتقادی که دارین بفرستین تا که به دل شما همه چیز جور شوه. و از این خاطر کل همکارا در اینجا هستن. بیاین که از همکارا کوتاه کوتاه یکان پرسش هم داشته باشیم که به نمایندگی از بعض دوستا. مایک از طرف؟ نه ترمیست. خب، مریم جان، خودت در بامداد خوش کدیمال جان که هستی و چقدر امو لنگر برنامه سر خودت است، چقدر لنگر برنامه سر ایمال است و از بامداد خوشم تقریبا 10 سالگی زیادتر شده. نه نوبت این است. 10 سال. سلام تقدیم میکنم به همگی، به کسانی که برنامه را میبینن و همکارانمون در اینجا. تبریک باشه و لنگر برنامه قسمی که بالا همگی شاهد هستن 50-50 است. 50% من، 50% ایمال جان، هرچند 150% است. خب 50% دیگه از پرودوسر برنامه است، تهیه کننده برنامه. منتها من فکر میکنم که لنگر زیاد خودت ورداشتی یا نه؟ یگان دیگه معلوم میشه؟ نه نه، اوتو گپ نیست، همه چیز مسابیان است. و ایمال جان هم هست اینجا، مایک بتین. ایمال جان دیر خلقل است، چه خبری دی کرکت که؟ دیر زیاد مننه، تاست سلام و لیدون سلام و پینزمه کلیزا دیگه پزرپوری خبروانی طول تا مبارکی وایما و اخیان چه دیگه کال دیگه پینزه کنر دیر خطیر شده. کرکټ زمونږ پرمختګ په لور روان دی، ان شاء الله د افغانستان نوې لوبي دی، ان شاء الله راځي کوالیفای راوند د افغانستان به ورلد کپ ته نړیوال جام ته لار پیدا کوي. یو خزیر دی او ان شاء الله په نړیوال جام کې افغانستان لوبي کی. ډیر مننه. و سیم جان د برنامه به خاطر مسؤلیتاش د رادیو او د تلویزیون یاد زیات بده. سیم جان همکار از وقت ما. سلام به همه بیننده عزیز، سلام بر همکارایم، سلام بر مهمان های عزیز ما که امروز آمدن. ما یکی از اعضای برطرف شده خواب گفتگو هستم. پیشتر مریم جان گفت 50-50 در افغانستان کل چیز 50-50 بیادر. دیگه تبریک باشه سالگرد خواب گفتگو، امیدوار هستم که 10 ساله شه یک روز. زنده باشین. و کلگی در کنار هم بمانه و امیدوار هستم که هم کارهای موفق باشه. زنده باشین. می مینیو کجاست سلمان جان؟ رفته به یک استراحت کوتاه، بخیر قریب پس بعد از ختم جشنواره سیزدهم ستاره افغان شروع میشه. آخر ما ساعت دادم نگم معلوم نیست. خب بعد از باز به یک فرمت نو بخیر می بخیر منتظر باشین. من تا یک وقفه کوتاه است و تشکر
و مصطفی ساری افغان تا کجا رسیده؟ هم یکان دوستای عادت دارن مایک آیس کریم رو میگیرن. ساری افغان که بخیر دم و لحظه ایجانی رسیدم و عزات ایجانیش از برحال ما سالگره قاب گفتگو را تبریک میگم و ما هم یکی از میزبانای برنامه هستم. گاهی برکنار میشیم گاهی اما نه به هر حال نظر به شرایط تو اصلا مولتی ویتامین هستی. بله ما مولتی ویتامین هستیم. نه واسه صحیح شده ویتامین صحیح است و آرزو میکنم که خاطرات خوب و خوش را برتان ساخته باشیم تا حال و بعد از این هم بتونیم که لحظات بسیار خوبه با این برنامه با شما بسازیم. زنده باشین. تشکر. و سمیر جان کسی که برنامه یک بخش نو ده بامداد خوش آغاز شده به نام خیابان و سمیر جان بسیار عجیب غریب مصاحبه و و چیزایی را نشان میدن که هیچ وقت شما به تصویر ندیدن. از این خاطر عجیب غریب گفتم. و سمیر جان چطور مگذره صبح وقت بیدار شدن از دل اعمالشان میه یعنی؟ تشکر. سلام به همه همکارا و بیننده های عزیز. بسیار مشکل است که 5:30 بجه صبح بخیزی بیدار شوی آماده شوی باز بری بیرون. دیگه گفتم آفرینتون خوب است که می افت روز من است نفتی دو روز است. خوب میگذره. یا خاصیت بسیار خاص امینه برتون رو گفتم بریم گپ بزنه چی گپ اونجا بوده سلام تتمزه تمام داشت تغییر. بسیار جالب است بخش خیابان که با دوستای ما سمیر جان لایو از طریق بامداد خوش مصاحبه میکنن. شما این بخش ببینید و بیاین که از اسام هم آهنگ جدیدی که حسره که به خاطر قاب گفتو خواندن قز جانم برشان رو تنظیم کرده بشنویم و با می ختم شو برنامه. اسام جان فقط این سالگره قاب گفتگو و دیگه سالگره قاب گفتگو اجازه داره یک آهنگ بخواد. با افتخار اسام جان. با افتخارش چک چک. با هر زبان که حرف محبت بیان شد ای کاش قاصد دل ما زبان شد ای کاش قاصد دل ما زبان شد. کامرا را سر من پاس کنید. بیشتر کنید. باید پرنده گشت پریده کنار هم تا سقف تیره بر سر ما آسمان شود. خورشید مهربانی ما یخگرچه سنگ هم شده آب روان شود. برای برنامه قبلی اینجا را کلیک کنید، برای برنامه بعدی اینجا را کلیک کنید، برای پیوستن با چینل یوتیوب تلو اینجا را کلیک کنید. اگر از برنامه ما خوشتان آمد میتونید که نظرتان را در کامنت بنویسید.